اینجا کارخانه‌ای که در آن توانستند برای نخستین بار در کشور سیمان سبز تولید کنند. سی محقق دانش فنی تولید این سیمان را در مدت 3 سال بومی کردند و متخصصان صنعتی هم تجهیزات خریداری شده از شرکت خارجی را در این تأسیسات نصب کردند تا به مرحله تولید صنعتی برسند. خصوصیات بارز این محصول افزایش دوام از 25 سال عمر به 100 سال، افزایش مقاومت 20%. حالا سالانه 1.5 میلیون تن سیمان سبز تولید خواهند کرد. سیمانی با کاربری در سازه‌های استراتژیک همچون پل‌ها، اسکله‌ها، سدها و دیگر سازه‌های پیشرفته. قبل از این برای تأمین آن در زمان تحریم با مشکل روبرو بودیم. تا پیش از این اینجا سیمان سرباره تولید می‌کردند. سیمانی که 25% ترکیبش سرباره ذوب‌آهن بود و بقیه‌اش کلینکر. این مجموعه ای که می‌بینید میکسینگ پلنت ماست که با کمک این مجموعه ما تونستیم 30 تا 50% سرباره ذوب‌آهن رو در ترکیب سیمان تولیدی اضافه بکنیم و این یعنی اینکه مصرف کلینکر کمتری داشته باشیم و مصرف کلینکر کمتر یعنی فرایند تولید سیمان عوارض زیست محیطی کمتری دارد. به جایی که خب مواد اولیه رو طبیعت رو تخریب بکنیم، از کنم گازهای گلخانه تولید بکنیم، اینو قسمت انتهای به کلینکرمون اضافه میکنیم. سرباره ذوب‌آهن محصول مازاد ذوب‌آهن است که به صورت آماده در صنعت سیمان استفاده میشود، اما کلینکر خود محصولی است که برای تولید آن نیاز به برداشت خاک از معادن و انجام فرایند پختن خاک است که به ازای هر تن تولید کلینکر 1 تن گاز گلخانه ای تولید میشود. سالانه 70 میلیون تن کلینکر در کشور تولید میشه که حالا با دستیابی به این دانش فنی اگر 30% اون با سرباره ذوب‌آهن جایگزین بشه، این یعنی کاهش 40 میلیون تنی برداشت خاک از عرصه‌های منابع طبیعی و نسوختن 2.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی.